وقتی که من پیوت تیبل رو ایجاد کردم بقیه رو نمیخوام بقیه توی پرینت هم باشه، اونا توی نمودارا دارن نشون داده میشن دیگه، درسته؟ خب توی این نمودارا من اون پیوت ها هم دارم، ولی این یکی رو من نمودار واسش نکشیدم و فقط میخوام پرینت بگیرم و به هر واحد جداگونه پرینتش رو بدم بر فرض مثال. خب برای اینکه این کار رو انجام بدم و بقیه توی پرینت هام نیفته چیکار میکنم؟ میام لایوتم رو اول میام توی ویو، خب یه پیج ویو مثلا میرم، اول میبینم این، خب این توی یه صفحه آچار درسته و هستش. خب حالا اگر مثلا نبود میتونیم بیاین توی پیج لایوت، همونطور که تو جلسه اول اکسل فکر کنم گفته بودم، میایین تو اینجا لایوتش رو درست میکنیم. خب یه نکته ای که هستش، من اینجا تیبلم از یک صفحه بیشتر میشه، میبینین وقتی که من پرینت میگیرم این رو، صفحه دوم این فقط میادش و خب این معلوم نیستش که این چیه ستونش، این چه ستونیه و این چه ستونیه. من میخوام هدرم تو هر پیج تکرار بشه. برای این کار شما باید بیاین توی پرینت تایتل، تو قسمت پیج لایوت پرینت تایتل رو بزنین، توی روز تو ریپیت ات تا تاپ، خب بیاین اون سطری که میخواین یا سطرهایی که میخواین، حالا اینجا من یه سطر میخوام، سطری که میخواین رو انتخاب بکنین، میتونین چند تا سطر هم انتخاب کنین ها. خب و اوکی کنین. خب اینجا وقتی که این رو اوکی بکنین، میایم پایین، میبینیم که این هدر اینجا تکرار شده، خب ولی قابل انتخاب نیست چون فقط مجازیه و نمایش داده میشه. و اگه ما بریم توی یه ویو دیگه، بیایم توی ویو معمولی، خب این رو نمیتونیم ببینیم. اینجا من خط چینا رو میتونم ببینم که کجا بریده میشه، ولی نمیتونم ببینم که کجا هدرم اومده. اینو توی ویو اونجا. خب حالا یه نکته دیگه ای که هستش، بریم به پیج لایوت. من اگه در این حال حاضر خب بیام یه تیبل دیگه اینجا اضافه کنم و بخوام پرینت بگیرم، درسته؟ این پرینت هم این رو میندازه هم این یکیو. خب برای اینکه کاری بکنم که فقط این ناحیه جزء پرینت باشه، من باید بیام توی پیج لایوت. یه کاریش هست که میتونم بیام اینجا آریا تعریف کنم، یه مثلا این قسمت رو کلا بگیرم، خب بگم set print آریا کنم. خب یه راهش اینه، وقتی که اینو set کنم، مثل البته این دوتا حرکت با هم دیگه یه جوری برابرن، خب الان که این یکی که میخوام نشون بدم، اگه بیام تو قسمت view page break preview رو بزنم، میبینین که این قسمت آبی خب فقط تا اینجا اومده و بقیه خاکستریه. خب و اینجا خط چین آبی داره، نا کنین این خدشین آبی نشوندنده یه پیج من هستش. اینجا با توسی نمیشه پیج یک و وقتی که بیام پایین اینجا پیج ده. بازم هدر منو اینجا نشون ننده ولی وجود داره موقع پرینت گرفتن، یه پریویو که بگیریم معلوم میشه. الان اگه مثلا من اینجا یه تکس دیگه ای داشته باشم، مثلا یه چنین تکسی داشته باشم، خب توی پرینت عادی باید این باشه. من اگه پرینت پریویو کنم، توی فایل قسمت پرینت رو بزنم، شو کنم، نا کنین اون تکستی که اونجا نوشته بودم نمایش داده نمیشه و فقط این صفحه، صفحه یکش و صفحه دوش به این صورت داره پرینت گرفته میشه، درسته؟ خب ولی اینو نگیر. ولی اگه این کار رو نمی کردم، نا کنین من کنترل زد میکنم و برمیگردم، خب تا اینکه برگردم به ویو قبلی و خب آخرین حرکتم هم کنترل زد کردم، برگشتم به حالت قبلی، فقط بیام ببینم این هیدرش هست دیگه، درسته؟ خب الان اگه بیایم توی ویو پیج بریک پریویو رو بزنیم، این هنوز وجود داره. بزنیم من بیام اینجا، یه کارش اینه که من بیام اینجا کلیر کنم. خب کلیر که بکنم دیگه، وقتی که من حالا ویو رو عوض کنم اینجا بهتر ببینیم، وقتی که من اینجا یه چیز دیگه ای تایپ میکنم، اصولا باید این هم ناکنین وقتی که اینجا روشنه، الان میبینید اصولا باید این هم پرینت گرفته شده باشه. خب الان نها کنین توی پیج بریک پریویو که میرم، خدچین اینجا انداخته، توجه میکنید دیگه، من زوم کنم اینجا، خدچین اینجا و یه پیج سه کوچولو نوشته و اگه من پرینت رو پرینت بزنم اینجا، برم تو سمت پرینت، توی پرینت پریویو من چهار تا برگه دارم، نها کنین یک دو سه، این تکسی که نوشتم و چهار، اون زیر اون تکس هم هستش حتی، خب و این مناسب نیست.
بذار اینکه این کار انجام نشه، من میتونستم بیام ست کنم یه ناحیه‌ای رو واسه پرینت گرفتن، یا تو همین قسمت، حالا یه روشش هم اینطوریه که تو همین قسمت اینو، این پررنگه رو بگیرم بکشم بیارم تا اندازه یه آچار، تا خط چینو بردم بخاطر این خط چی اندازه یه آچاره. حالا اینجاش خالیه، شما میتونیم مثلا اینا رو یکم بزرگتر کنیم که بره و اندازه مثلا آچار بهتر بشه. خب این از این. حالا بیایم مثلا پریویوش رو ببینیم. اینجا میتونیم ببینیم که بهتر شدش. حالا لایوت ها اینا رو قبلا با هم کار کرده بودیم دیگه، شما خودتون میتونیم بیاین لایوت هاشو بهتر کنین تا یه پرینت بهتری رو داشته باشه. پس من پرینت اینجا رو درست کردم و حالا دیگه نماش رو اضافه میرم به حالت نرمال. من اینجا هم میتونم نماهای مختلف رو ببینم و توجه میکنید دیگه. خب میرم به حالت نرمال، اینم پاک میکنم. حالا به راحتی با میتونم بقیه تیبلام هم اضافه کنم بدون اینکه به پرینت نهایی من تأثیری بذاره و میتونم اینو جداگونه پرینت بگیرم و به هر واحدی اگه خواستم جداگونه بدم. میتونم و اگه میخواستم جداگونه واسه هر واحد یه صفحه آچار داشته باشم چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بیام توی ویو، توی پیج بریک ناکنین اینو. خب میام اینجا مثلا اینو میارم تا واحد فروش خودم، کجا هستش؟ این زرد است اینجا، درسته؟ پیج دوم اینجا میشه. خب میام اینجا دوباره این قسمت رو میگیرم. خب میام توی پیج لایوت یه پیج بریک میذارم اینجا، اگه بگیرم اینو این سطر رو میگیرم توی بریک، این زد پیج بریک میذارم. خب اینجا میاد یه پیج دیگه رو بریک میکنه و فنی رو هم جدا کرد. البته یه ذره فنی یه دونه سطر باب میومد پایین تر. من میام اینو میگیرم، اینو میگیرم، خب میارم یه دونه پایین تر. حالا فنی هم جداه. خب حالا مالی هم با این که چیزه، مالی هم جدا میکنم. فقط یه بدی که الان مالی و مدیریت داره این که تمام وقتاش رو هم با هم بوده تو یه دونه کرده. حالا من اینجا اینو یه دونه بریک میزنم، اینزرت میکنم. خب اینجا مالی و کلن یه دونه میارم پایین تر. خب مالی و کلن میاره توی یه دونه پیج دیگه میگیره و مدیریت رو هم به همین ترتیب توی پیج دیگه میگیره. خب حالا بیاییم ببینیم پریویو چجوری میشه. میریم توی فایل پرینت که بگیریم، صفحه یک فقط فروشه، میتونم بدم به مدیر واحد فروش. صفحه دو فنیه، میتونم بدم به مدیر واحد فنی. و صفحه چهار سوم مالیه، میتونم بدم به واحد مالی. و صفحه پنجم مدیریت هستش که میتونم بدم به واحد مدیریت، درسته؟ خب میتونستم الان اینطوری پس به ازای هر واحد جداگونه داشته باشم. خب حالا بریم توی بقیه پیوت تیبل هامون. نماشو میام میکنم نرمال. اینو بیایم تو فایل اکسل اصلیمون و از اینجا بس اینکه طولانی تر نشه ویدیومون بقیه رو از اینجا بریم. خب یه گزارش دیگه ای من گرفتم تو این پیوت تیبل. خب اومدم چیکار کردم؟ بر اساس سال اول گذاشتم یه دونه. بیایم اینجا من توی آنالایز فیلد سیتینگ فیلدشو ببینیم، فیلد لیستشو. اومدم روز تو روز ببخش روز که جداست، اول اومدم توی این روز سال رو گذاشتم، بعد ماه رو گذاشتم. خب بعد اومدم میانگین زمان بودن در سازمان رو میخواستم، پس اینجا از اوریج استفاده کردم. اگه بیام توی ولیو فیلد سیتینگ اوریج هستش، پس ایلپس تایم رو گرفتم گذاشتم اینجا و اوریجش رو انتخاب کردم به جای سام. و بعد اومدم تعداد میخواستم، چون مثلا وقتی که میانگین میگیریم تعدادم واسه ما شرطه دیگه، پس میام تعدادش رو جداگونه قرار میدم. خب اینجا تعداد یه نکته ای داره، من یه دونه ستون به نام تعداد ندارم، ولی میتونم یه ستونی که مطمئنم تو تمام سطرها وجود داره مثل راوز، چون 1 2 3 4 آیدیش بود دیگه، توی ولیوز قرار بدم و مقدار اونو برابر کانت کنم و اسمشو بذارم تعداد، عدد، هر چیزی که هستش. خب اینجا دیگه راوز نیست، تعداد تکرار شدن رکوردها بر اساس این فیلتر، یعنی تو سال 1300 ماه 1326 تا من ورودی داشتم دیگه، انتیتی داشتم و اینجا تعدادش رو داره به من دیگه نشون میده. خب پس اینم یه راه این که تعداد رو ببینم. و این الان یه دونه گزارش هست بر اساس این که من تو سال 94 به ازای هر ماه چقدر به طور میانگین
توی سازمان وجود داشتم. خب و اینو میخوام هر وقت که دیتا انتری کنم، مثلا ماه 5 6 7 8 9 10 11 همینطوری بره و سالهای مختلف هم بره، که توی چارت وقتی که نمودار میکشم یه روند رو نگاه کنم، ببینم روند بودن در سازمان من چجوریه، به صورت کل چجوریه و آیا تحت کنترل هست یا نیستش. خب اینجا دیدن روند واسه من مهمه، پس فیلتری واسه این جدولم ندارم. خب جدول بعدی بر اساس چی هستش؟ واحدها هستش. من میخوام ببینم میانگین زمان بودن در سازمان به تفکیک هر واحد چقدره. سام نمیخواستم، میانگین میخواستم. تعدادم حالا اینجا واسم اهمیت نداشتش، فقط میانگین واسم اهمیت داشتش. خب اومدم چیکار کردم؟ یه روز گذاشتم واسه سکشن هام، واحدمو قرار دادم و یه دونه الاپسد تایممو گرفتم، میانگینش قرار دادم. اما این ماهیانه است، یعنی میخوام فیلتر بشه بر اساس ماه. چیکار کردم؟ من میتونستم اینجا بیام فیلتر بزنم ولی میبینید چیزی نذاشتم، از اسلایسر استفاده کردم، اما نه یه اسلایسر جدید. من میخوام کسی که گزارش میگیره فقط یک بار بیاد اینجا ماه رو تغییر بده. ناگهان اگه من ماه رو عوض کنم عددهای این جدولم هم عوض میشه. خب پس من میخوام از همین اسلایسر استفاده کنم. پس میخوام بگم این جدولم هم کانکشن داره با این اسلایسر. پس من اینو کلیک راست میکنم، خب میرم توی اسلایسر سیتینگ، درسته؟ ببخشید اشتباه گفتم. این کلیک راست میکنم، میرم توی ریپورتس کانکشن، درسته؟ توی این قسمت ریپورت کانکشنز، ارتباطات گزارش دهی، و اون جداول پیوت تیبلی که میخوام کانکت باشه با این اسلایسرمو تیک میکنم، که حالا این پیوت تیبل سوم بوده، ببخشید دوم بودش فکر کنم، که این تیکش رو زدم. بهتره که من اسم پیوت تیبلامو مفهومی بذارم. مثلا اینجا الان اسم این پیوت تیبلمو رو وقتی که پیوت تیبل یک هستش من متوجه نمیشم که چیه، درسته؟ من اینجا میام میذارم که توتال، یا اصلا فارسی بهتر نذاریم، چون این کانکشن اینا میخوایم بذاریم انگلیسی رو بهتر میذاریم، توتال پیوت. خب اینو میبندم، اینو میذارم اسمشو به جای پیوت تیبل 3 اسمشو میذارم ترند پیوت، که میدونم این واسه یه روند رو داره میگیره. خب این یکی میذارم سیکشن پیوت مثلا. اسما رو خودتون بعدا درست کنیم. خب پس میام اینجا، حالا وقتی که برم ریپورت کانکشن اینجا میتونم ببینم که با توتال پیوت، سیکشن پیوت و ترند پیوت دیگه کانکشن نداره. با این دوتا الان کانکشنش رو زدم، ولی اینو میخوام کلن فیلتر نشه و همینطور بره پایین. خب پس اینجا هم دیدیم که من میتونم از توسط یه سلایسر اینم فیلتر کنم. نکته اینم اینجا بودش. خب بریم پیوت بعدی که بر اساس جایگاه شغلی اون شخص، خب اینجا جایگاه شغلی اون شخص و رتبه ای که داره فیلتر کردم و میانگین زمان بودن تو هر کدومو داشتم. چرا؟ میخواستم یه داشبوردی داشته باشم اینجا که میاد طرف میبینه میانگین زمان بر اساس رتبه، ببینم سرپرستا چقدر توی سازمان من بودن، کارشناس ارشد چقدر، مدیریت چقدر داره تو سازمان کار میکنه، مقدار ساعت زمان بودن تو سازمانمو ببینم. خب اینم راحت ساختنش، بس خودتون برین بسازید. و اما بعدی. خب توی بعدی من دوباره کار خاصی نکردم، فقط این یه نکته جالبی داشت. چرا یه کار خاصی کردم؟ تعداد تأخیرات که اومدم بر اساس روز اووردم تو ولیوز قرار دادم، و بعدی میانگین زمان تأخیره. خب من میانگین زمان تأخیر رو به صورت مستقیم ندارم، اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه دونه فیلد مجازی درست کردم، ناکنه لیت. من تو تیبلم لیت ندارم، اگه برین توی دیتا تیبل من چیزی اینجا به نام لیت ندارم دیگه. خب یه دونه فیلد درست کردم که وقتی که پیوت تیبل میگیرم ازش بتونم استفاده کنم، و این پیوت تیبل من محاسباتی هستش. چجوری میتونم این کار انجام بدم؟ میام توی پیوت تیبل، ببخشید توی آنالایز، خب این پاور پیوت، میام توی آنالایز، تب آنالایز، میام فیلدز آیتم اند ست رو انتخاب میکنم. اینجا میتونم کلکیولیتد فیلد رو درسته داشته باشم، اما من میخوام یه دونه فیلدز اینزرت کنم. میام اینجا کلکیولیتد فیلد رو انتخاب میکنم. خب
اینجا فیلد هایی که محاسباتی هستن رو داره به من نشون میده. اگه من یه فیلد رو از قبل درست کرده باشم میتونم بیام اینجا انتخاب کنم. اگر نه بخوام یه فیلدی رو ایجاد بکنم، خب کنسل میکنم، دوباره کلکیولیت فیلد رو میزنم، اد میکنم. من یه اسم اینجا قرار میدم، مثلا تست، خب اد میکنم اینجا. وقتی که اد کردمش میتونم اینجا فرمولی که میخوام رو بنویسم که من اینجا حالا از قبل داشتم، اد نمی کنم، لیتم رو قرار میدم. من یه دونه اسم گذاشتم به نام لیت و اومدم اینجا فرمول قرار دادم، گفتم ارایوال تایم، زمان ورود منهای 291000. 291000 نمایانگر ساعت 7 بود دیگه، یادتونه دیگه، 24 تقسیم بر 27 تقسیم بر 24 ساعت. خب پس من زمان ورودمو که توی جدول به ازای هر رکورد دارم، هر رکوردو میاد منهای ساعت 7 میکنه و انگار میذاره اینو، انگار که میاد توی تیبل یه دونه ستون دیگه قرار داده و اومده این arrival time رو منهای 7 کرده و گذاشته تو اون ستون جدیدم. خب و اینجا اون وقت اومدم میانگین اون ستون جدیدم رو، لیتم رو قرار دادم اینجا و میانگین ستون جدیدم رو اومدم average گرفتم. خب اما یه محدودیتی اینجا داره. من اینجا توی فرمم تعریف کرده بودم که ساعت ورودم رو 7 وارد بکنم. من میتونم اینجا بکنمش 8 و کل تیبل من، همه چیز من آپدیت میشه، خب چون بر اساس این سلول این فرمولا رو خونده بودم. اما پیوت تیبل من متاسفانه آپدیت نمیشه. من اینجا نمیتونم واسه فیلدهایی که دارم تعریف میکنم توی کلکیولیت فیلد که بریم توی لیت، من اینجا نمیتونم تعریف کنم که بیا اینو درست داره اینو بک کنم، بیا اینو از کجا بخونم، از یه سلول دیگه بخونم. نمیتونم انتخاب بکنم چیزی رو، میبینین؟ به خاطر همین باید حتما یا یه فیلد رو از اینجا انتخاب بکنم که اریوال رو انتخاب کرده بودم، خب، یا بیام یه عددی رو بزنم، درسته؟ پس من اینجا مجبور شدم 291000 رو وارد بکنم. چون میتونین اینجا، من اریوال تایم رو اینجا اومده بودم اینزرت کرده بودم دیگه، اینا اگه دلیت کنم، اومدم اینجا اریوال تایم رو دوبار کلیک کردم، اینجا خودش اینزرت شد، منهای 291000 رو کرده. خب پس اینطوری میتونم توی یک پیوت تیبل فرمول هم بنویسم. خب بریم پیوت تیبل بعدی. این نکتهش اینجا، این تاخیرم که اینجا دارم، نگاه کنین یه نکته ای. من وقتی که میخوام تاخیری‌ها رو حساب کنم، ماموریت‌ها رو باید جدا کنم دیگه. به خاطر همین یه دونه تاخیر گذاشتم تو فیلتر و اومدم گفتم ماموریت ساعتی و با هیچ کدام رو فیلتر کن، نشون نده و فقط مرخصی ساعتی اینجا وجود داشت. ببخشید هیچ کدام اینجا ماموریت ساعتی، ببخشید اشتباه گفتم. من اومدم گفتم مرخصی ساعتی ها رو جدا کن و فقط ماموریت ساعتی و هیچ کدام ها رو اینجا قرار بده. خب و این نشون دهنده تاخیر من است. البته اینم باید وردارم که هیچ کدام ها باشه. طرف اگه ماموریت ساعتی باشه میتونه صبحش دیر بیاد. نه درست قرار دادم. کسی که ماموریت ساعتی میخواد بره از صبح نباید بره. خب اصولا از صبح نباید بره، البته بعضی جاها میتونه بره. این دیگه بستگی به سازمانتون داره که بخواین تیکشو بزنین یا بردارین، درسته؟ و اوکی میکنم من. هیچ کدام یعنی که یه حالت عادی داشته و بعد ساعت 7 میومد که اگه نیومده باشه تاخیر خورده اینجا. خب بریم جدول بعدی. تو جدول بعدی من کالمز هم استفاده کردم. اول اومدم گفتم به ازای هر واحد جدا کن، هر واحد رو اینجا قرار بده، فیلتر کن بر اساس هیچ کدام باشه. من اینجا میخواستم چی رو نشون بدم؟ ناکن مدت زمان بودن در هر سال واحد بر اساس نوع کار. میبینین؟ این گرند توتالش هم همینطوری گذاشتم اینجا که حالا میتونیم بردارین توی گرند توتال نو آفتارم به ازای هر ستون میاد اینجا، هر سطر اینجا جمعشو میذاشت دیگه. میخواستم اینجا ببینین که چه فایده ای داره. خب میتونین قرار بدین یا وردارین. خب on for rows only بذارین اینجا جمع میکنه، on rows for column بذارین این زیرش رو جمع میکنه، فقط column ها رو جمع میکنه. اگه جفتش رو قرار بدین for یعنی دو طرف داره جمع میکنه اینجا واسه من. خب
نیازی نیست اینجا جمعش رو ببینیم دیگه، حالا میتونین قرار بدین آف کنین یا وجود داشته باشه. آف کردم. خب پس من اومدم types of work همو گذاشتم تو کالم. اگه من اینو وردارم، خب دوباره بیایم با هم ببینیم که قرار میدیم types of work همو میذارم اینجا، میاد یکی یه دونه ستون اضافه میکنه و اونایی که به ازای هر کدوم از فیلد غیر تکراری، خب اگه مثلا من یه جا اشتباه تایپی داشته باشم و نوشتم تمام وقتی، اینجا یه ستون دیگه تمام وقتی هم اضافه میکنه، پس اینا باید غیر تکراری حتما همونجا وجود داشته باشه. میاد یکی یه ستون قرار میده و میاد میگه که فروش پاره وقتش چقدر بوده، تمام وقتش چقدر بوده، ثابتش چقدر بوده و غیره. خب اینجا من میتونم فیلتر هم بکنم، بگم پاره وقتا رو نمیخوام، یه ستون رو برمیداره میبینین، و میتونم اسمش هم عوض کنم. خب بگم اینجا مثلا نوع کار هست، خب که اینجا بتونم نوع کارم رو فیلتر هم بکنم. خب این هم از پیوت تیبل ها. حالا در جلسه بعدی من میام داشبوردم و پیوت دایگرام ها رو ایجاد میکنم و یه چنین داشبورد رو تهیه میکنم که هم میتونیم پرینت بگیریم و پرینتش رو نشون بدیم، هم میتونیم توی یه شیرپوینت یا توی وبسایت قرار بدیم، هم میتونیم ایمیج بگیریم و عکس بگیریم یا پی دی اف کنیم واسه مدیر واحد بفرستیم. این ریپورت من جدولی خیلی به درد مدیر هر واحد میخوره، چون به تفکیک میخواد یا سرپرست اون قسمت میخوره که به تفکیک میخواد ببینه هر کدوم از کارمنداش ورود و خروجشون چطور بوده. این کشاورزی که اینجا مثلا دوبار میبینین، اسم کوچیکش رو اگه قرار بدیم میتونیم تفکیکش رو هم ببینیم، چون اسمشون احتمالا متفاوت بوده. من نیم رو بیارم این وسط قرار بدم، یه نیم رو هم قرار میده به نام نام. خب و اینجا میاد، حالا این دوتا یکی بوده مرجم کرده دیگه، خب میاد اینجا بر اساس نام تفکیک میکنه. وقت یک کشاورزی اینجا داشتیم، یک کشاورزی اینجا با اسمای متفاوت داشتیم، فامیلیا یکی بود، خانواده و اینا یکی بود. خب اینجا میتونیم پیوت تیبلمون هم کامل تر بکنیم دیگه. امیدوارم که مفید براتون واقع شده باشه و ازش استفاده بکنین، چون خیلی کاربردی هست و خیلی سریع میتونیم گزارش های قدرتمندی رو بگیریم. برای تهیه این اکسل میتونیم به وبسایت ما مراجعه کنیم و این اکسل رو تهیه کنیم و از این استفاده کنیم و تمریناتتون رو جلو ببریم. متشکرم از توجهی که داشتین. خدا نگهدار.